درود بر مهربان یاران گرامی، مسئله ای که 20 ساله واقعا منو عذاب میده یه بار دیگه مطرح شده رو با آگاهی شما برسونم. 20 سال پیش نظام جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفتم برای زدن سیاوش اوستا که اسم اصلی من همه شما میدونید حسن عباسی است و این رو من از همون 40 سالگی عوضش کردم، از اون 20 سال پیش. اینا اومدن یک فردی رو که حالا من روی چگونگیش نمیخوام صحبت کنم لانسه کردم در سراسر جهان، به ویژه توسط رسانه های لس آنجلسی که 4 میلیون دلار روی قضیه سرمایه گذاری کردن، ولی بعدا اونطور که من خبر دادن حتی 100,000 دلارش هم تو جیب دوستانمون تو لس آنجلس که این رو لانسه کردن نرم. بعد ما میبینیم بعد از 20 سال اما 20 سال گذشته، ما سال 2017 هستیم، درست در سومین روز از سال 2017 بعد از 22 سال چون 1995 این کاری کردن، پس از 22 سال هنوز هم یکی از دوستان عزیزم که من احترام بسیار ویژه‌ای برایشون دارم که رهبری 38 حزب و گروه متفاوتی رو در دست دارن، 38 حزب و گروه رو ایشون رهبری میکنه. ایشون در برنامه خودشون منو با این دکتر حسن عباسی ایران مشاور سید علی خامنه‌ای اشتباه گرفتن و من خودشون دارن میان. اولا در رابطه ما نامه‌ای هست که به ترامپ نوشته شده، 3 نامه نوشته شده، من واقعیت رو به شما بگم 3 نامه نوشته شده، یکی رو من سیاوش اوستا نوشتم، یکی پروژه دکتر حسن عباسی مشاور آقای خامنه‌ای است که خب معرف حضورتون است، و یکی را آقای حسین موسویان داده که سفیر سابق در آلمان بوده. خود آقای دکتر ایشون میان در برنامهشون نشونم میدن، مینویسنم که این ستا گزینه رو اینها خواستن. ستا گزینه یکی تغییر نظامه که پیشنهاد من بوده، ولی من از اونها گفتم کمک نمیخوام، گفتم شما به رژیم کمک نکن، یعنی ما خانه تغییر نظام است. گزینه دوم خودشون ایشون گفتن که ادامه سیاست تعامل هست، و گزینه سوم تغییر بنیادین در روابط. تغییر بنیادین در روابط نظریه دکتر حسن عباسی مشاور سید علی خامنه‌ای بوده، ادامه سیاست تعامل نظریه آقای دکتر حسین موسویان سفیر سابق ایران در آلمان بوده، و تغییر بنیادین نظام نظر من بوده که ما نظام رو میخوایم کاملا تغییر پیدا کنه، براندازی. مواجه با مشکل باشه در ترجمه فارسی این قسمت رو حذف کردن، و خب این عملشون بدتر از خود نوشتن نامه است، یعنی واقعا دیگه مردم به هیچ وجه با هیچ کدوم از این افراد نمیتوانن اعتمادی داشته باشن و حقشون هم هست. حالا من به گفتار آقای کسان جمهوری اسلامی اصلا کاری ندارم. بعد از طرف دیگه نامی از طرف آقای حسن عباسی معروف به اوستا که خط دهنده و مغز متفکر جمهوری اسلامیه به ترامپ نوشته شده که در این نامه یک نقشه راهی رو در 6 گام برای آمریکا ترسیم کرده، و البته این مفاد این نامه سریه، ولی اونطوری که استنباط شده که من هیچ گونه دسترسی به اون خود نامه ندارم، گفته شده این پیشنهادها بسیار بسیار زیرکانه تنظیم شده و با یه هدف، و اون بقای رژیمه. حالا مال ایشون کاملا روشن نیست، ولی از اون مهمتر شخص دیگری که معرف بینندگان هست آقای حسین موسویان، که ایشون اگه خاطرتون باشه بینندگان، ایشون سفیر ایران بود در آلمان در موقعی که اون کشتار وسیع در رستوران میکونوس در آلمان انجام گرفت. یک نامه مفصل نوشته، بسیار مفصل، و اینو برای آقای ترامپ فرستاده، و بعدم خود این سوال مطرحه که رابطه ایشون با آقای ترامپ کی بوده که تونسته این نامه رو به دست ایشون بده. ایشون 3 راه کار پیشنهاد کرده، یعنی گفته آقای ترامپ شما 3 تا گزینه دارید. گزینه اول اینه که اونطوری که گفته شده تغییر رژیم بدین و این ترکیب کابینه شما یه چنین چیز رو نشون میده. با وجود آقای به اصطلاح
آدمیرال فلین و وزیر دفاع و بقیه کسانی که اونجا هستن. حالا بگذاریم که چطور شده که این ستا نامه که خود آقای دکترم ایشون در برنامهشون میگن که این نامه سری بوده. حالا سری بوده چطور دست ایشون رسیده؟ خب میدونید اخیرا مشکلاتی هست در امریکا، از جمله این که میگن اطلاعات خانم کلینتون رو روسیه ایمیلاشو چک میکرده منتشر کرده، و بعد این مسئله موجب شد که حتی آقای اوباما یک سری 30 دیپلمات روسی را از اونجا اخراج کنه، ولی آقای پوتین در این زمینه کاری نکرد. در این که برای زدن آقای ترامپ، یعنی میخوان آقای ترامپ رو بزنن، به همین خاطر با من صحبت شد که ما اگه اطلاع دقیق تری در رابطه درجه خبرها داریم بدیم، که من گفتم نه یک اشتباه بوده آقای دکتر کرده گذشتیم ازش. مطلب دیگری که اینجا اتفاق افتاده، در هفته گذشته بنده عنوان کردم که آقای حسن عباسی که مغز متفکر جمهوری اسلامیه یه طرحی داده برای آقای عرض کنم که ترامپ. البته من همونجا اشاره کردم که اون طرح به وسیله ایشون تهیه شده، ولی آقای موسویان این طرحو با وسایلی که داشته، که هنوز معلوم نیست چگونه بوده این وسایل، اینو در اختیار مشاورین آقای ترامپ و در اختیار خود آقای ترامپ دادن. در اونجا بنده سهواً بعد از کلمه آقای حسن عباسی اسم اوستا را به کار بردن، در صورتی که اوستا نامه در اونجا بنده سهواً بعد از کلمه آقای حسن عباسی اسم اوستا را به کار بردن، در صورتی که اوستا نامه یک حسن عباسی دیگری است که در پاریس زندگی، در واقع نقطه نظرهای ایشون هم همون چیزی است که در جبهه ما بهش اعتقاد داریم، این که اصلاح طلبی به هیچ وجه امکان پذیر نیست و بنابراین تنها راه عبارت است از براندازی، و نوع نظام هم بعدن مردم میتونن تعیین بکنن، و تقریبا تمام اصول و برنامه‌ای که ما داریم ایشون هم در اون گفتار پیام تلفنیشون اونجا گذاشتن که سندش هم موجوده. اونها به من گفتن که آقای دکتر ایشون، آقای دکتر نصر اصفهانی که من ارادت دارم خدمتشون، که حتی این سایت راسخون که در ایران، در جمهوری اسلامی ایران منتشر میشه، بیوگرافی ایشون رو گذاشته که 1306 متولد شدن، آخرین سمت وی در شهربانی رئیس اداره طرح و برنامه‌ریزی بوده در زمان محمد رضا شاه. نصر اصفهانی در درجه سرهنگی بازنشسته شد و چندی در بخش خصوصی به کار پرداخت و سرانجام به استخدام در شرکت هدیش درآمد. وقتی جمشید آموزگار در کابینه امیرعباس عبیدا به وزارت کشور انتخاب گردید، تغییراتی در کادر استانداران داد، از جمله دکتر نصر اصفهانی را به استانداری کرمان در سال 1356 در کابینه دکتر جمشید آموزگار به سمت وزارت کشور معرفی شد، یعنی وزیر کشور بودن ایشون. کوتاه مدتی در نیز در آمریکا گذرانده بود. ببینید ایشون آدم فاضلی هست که سایت اینترنتی راسخون که مال جمهوری اسلامیه درباره ایشون خوب می‌نویسه، و می‌نویسه که ایشون مردی فاضل، اندیشمند و صحیح العمل بود. پس از انقلاب اسلامی با آمریکا رفت و در آنجا به شغل آزاد پرداخت. این رو خود سایت راسخون که در ایران هست. به هر حال چه کسایی در آمریکا این اطلاعات در اختیارشون گذاشته که ایشون قاطی کردن، یعنی ایشون ستا نامه رو که از سه آدم و سه شخصیت مختلف هست و سه هدف مختلف رو دنبال میکنه، براندازی مال منه، سیاوش اوستا، تغییر بنیادین در امور و روابط ایران و آمریکا نظر آقای دکتر حسن عباسی مشاور آقای خامنه‌ای است، و ادامه سیاست تعامل نظر آقای موسویان بوده. این اصل قضیه است که من حتی با مشاور آقای ترامپ که صحبت کردم تلفنی در این رابطه گفتم این مسئله ما رو شما نادیده بگیرید، اشکالی نداره که اشتباهی شده، یعنی نمیخوایم، ولی چطوری این نامه با به خارج درس پیدا کرده و ایشون اینا رو قاطی بکنن، منو با حسن عباسی ایران برحال پوزش خواهی کردن. من ازشون سپاسگزارم و برای همه مهربانیاران آرزوی تندرستی دارم. شاد و خوش و پیروز باشید.
پاسخگویی به جایی رسیده وضعیت حکومت اسلامی ما که دختران شیعه رو میبرن در کشور امارات به حراج میگذارن، اونجایی که علی فریاد میزنه اگر مرد مسلمان از قصه بمیرد رواست، این وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که از قصه نمیمیره انسان نیست. فکر کن دختر خودت آقای یونسی دارن توی امارات میفروشنش، آقای خاتمی فکر کن دختر جوان خودت دارن میفروشنش، چطور میتونی سر راحت زمین بذاری شبها؟ اوف بر اونایی که توی مجمع تشخیص مصلحت نظام دارن برای مصلحت نظام تصمیم میگیرن، دختر شیعه رو دارن میفروشن توی امارات، شما چطور سر راحت شب زمین؟ شما به قرآن پاسخگو نیستی. اگر کسی قدرت داشت توی مملکت توی دهن شما میزد که 1,700,000,000 تومان رو نبرید راحت قیچی بزنید، بگید چون زمان آقای رفسنجانی هم همین کار توی سرخس و تجمع صورت گرفته، هم آقای رفسنجانی بی خود کرد هم شخص شما آقای خاتمی. فکر کنید دختران خودتون هستن دارن به ثمن بخت فروخت. عباسی عزیز سلام بر شما. درود بر شما مهربانجان آقای مهبودی عزیز. دیروز در تظاهرات لندن من با چند تا از دوستانی که آشنا شدم اینا تازه از ایران آمده بودن. امیدوارم یه روز خود این نازنین که از نویسندگانش که روزنامه‌شون توقیف شده در تهران و در پی توقیف روزنامه مجبور شده ایران رو ترک بکنه، ایشون یه خبری رو دیروز به من داد در رابطه با این حسن قلابی که اینها ساختن. گفت اینها 4,000,000 دلار روی این حسن عباسی قلابی که یدالله قزوینی نام داره گفت سرمایه گذاری کردن که اینو در رسانه ها مرتب هی مطرحش کنن. گفت آخه در ایران ما صدها امام جمعه داریم، رهبران خود جمهوری اسلامی رو داریم، نویسندگان و روزنامه و روشنفکر و سایت های اینترنتیشون رو داریم که واقعا حرفهایی میزنن که مزخرفتر و بیاساستر از حرفهاییست که این آقای یدالله قزوینی با نامی که از من دزدیده حسن عباسی میزنه. گفت ولی اینها 4,000,000 دلار سرمایه گذاری کردن که این حسن عباسی رو بزرگ کنن برای اینکه کارهای تو رو کمرنگ بکنن در داخل ایران. بعد میگفت برعکس این قضیه تبدیل به ضد شده، چون خیلی ها که سیاوش عویستا و حسن عباسی شوابی رو نمیشناختن دارن میرن دنبال رو کنن بیان این کیه، چی نوشته، چی کار کرده که جمهوری اسلامی تا این حد زبون و ذلیل شده که در سخنرانی لندن میاد از سفارت اینطور اختشاش میکنه و در ایران میره یک سردار سپاه رو یکی از ماموران بلندپایه اطلاعاتیش خودشون این اسم حسن عباسی بهش میدن و هر روز هم تو رسانه‌ها سعی میکنن به گونه اینو مطرحش بکنن که کمرنگ بکنه کارهای تو رو. من میگفت که اینها ابلهانه فکر کردن که چون این قضیه موجب شده که در ایران و خارج از کشور مردم بیشتر توجه پیدا بکنن که این حسن عباسی یا سیاوش عویستی کی بوده که اینا اومدن بدل اون رو درست کردن. جناب میگفت تشکر میکنم. خانم شکو میزادگی رو خط داری؟ به به چه خطی؟ خط 10 12 بریم سراغه. سلام میکنم به شکو میزادگی عزیزم. الو سلام بر شما آقای میبودی عزیزم. سلام بر شما، تولدتون مبارک. برمونت دارم عزیزم. شکو نازنین علی زایزاده در استودیوس، آقای عباسی. بله سلام بر ایشون و سلام بر استاد عزیز. دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذار.